با سلام به بینندگان عزیز، برنامه نان و گل سرخ نگاه میکنید، یه مجله اجتماعی سیاسی که در کانال جدید پخش میشه. من مریم نمازی ام و برنامه این هفته رو با همکار عزیزم فریبرز پویا سلام بهتون تقدیم میکنم. متاسفانه همکار دیگه عزیزمون بهرام سروش دیگه در این برنامه شرکت نخواهد کرد. واقعا دلمون براش تنگ خواهد شد و سعی میکنیم که دائما به عنوان مهمون دعوتش کنیم تا جاش خالی زیاد خالی نباشه. من نمیدونم چطوری بدون بهرام میشیم برنامه رو ادامه داد، بخاطر بالانسمون هم میخوره با سختی خیلی بسیار زیاد، ولی خب به قول انگلیسی ها برنامه باید همجوری ادامه بده، شو باید ادامه پیدا کنه و ما مجبوریم که بدون بهرام این برنامه رو ادامه بدیم. ولی فکر کنم بد نیست توی برنامه آینده هم بیاریمش به عنوان مصاحبه باشه کنید سر مسائل مختلف، چون نظرات ظاهرا خیلی جالبی داره. در برنامه این هفته ما در رابطه با خرافه و مذهب و نقش مخربی که اینا بازی میکنن در علم و دانش و کلن در جامعه بشری قرن 21 مصاحبه داریم با دانشمند آمریکایی پیزی مایرز که اخیراً در یک کنگره جهانی هومانیستا اونجا دیدیمش و در رابطه با همین مسئله صحبت کرد، اینه که چجوری این نوع عقاید و خرافات داره تأثیر منفی میذاره روی علم و دانش و در دنیا. و خب مثل هر هفته فتوای احمقانم خواهیم داشت که زیاده و انتخابشون خیلی سخته. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بسیار جالب این هفته، اما بیایم با هم یک کلیپ کوتاهی در این رابطه گوش بدیم، با ما باشید. شواهد علمی به عنوان مبنای اطلاعات معتبر شناخته شدند، اما به گفته پیزی مایرز ارزش گذاری به علم و دانش تحت تأثیر شارلاتان‌های مدافع خرافه واقع شده است. اطلاعات درست بر مبنای شواهد علمی متأثر از اخبار 24 ساعته هیجان برانگیز، غیر علمی و پوچ می باشد. این واقعیت باعث شده است که خرافیون حاشیه‌ای به بهانه تحمل عقاید مدعی جایگاه و موقعیتی باشند که لیاقتش را ندارند. به نظرم خب این مسئله توی علم و دانش خب خیلی مطرحه، ولی تو تمام زوایای زندگی مردم مطرحه. وقتی برگردیم به مسئله علم و دانش، خب مثالای زیادی هست که حتما بینندگانم مثالای زیادی شنیدن. یکیش خب که خیلی مشخص و واضح است، همین بالاخره تکامل بشر و شواهدی که خود علم تونسته ثابت کنه که اینطوری شده، بشری تکامل چجوری تکامل پیدا کرده در مقابل خلقت و اینکه مثلا یه خدا دنیا رو تو چند روز درست کرده. خیلی اوقات این دوتا رو کنار هم میذارن، انگاری که برابرن یا مساویان. اینطور نیست، بالاخره ثابت شده که دنیا صاف نیست، ثابت شده که انسان اینجوری تکامل پیدا کرده، تمام شده رفت، ثابت شده. آره خیلی جالبه، ولی همین که برابری این حرف و چطوریه که زمانی که بشر تونسته ثابت بکنه و به اندازه کافی علم بشر، دانش بشر پیشرفت کرده، ولی بازم میبینیم که داستان خلقت هنوز روی صحنه اجتماعیه. فقط این نیست که خب یه سری آدم های در حاشیه اینطوری فکر میکنن، اعتقادات شخصی خودشونه، بر اون مبنا شاید زندگی بکنن، به شکل سیستماتیکی فشار میارن و میندازن روی صحنه جامعه، نه تنها توی بخش علم و در واقع میان تو دانشگاه، حتی دارن فشار میذارن که و تو مدارس میگن باید برای بچه‌ها داستان خلقت رو درس بدین. این فشار هست، تو سطح علم هست، ولی توی خارج از علم هم این داره رشد میکنه. و چه نیرویه که باعث میشه و میخواد و یه عالمه پول می‌ریزه، امکانات می‌ریزه که هم توی میدیای جهانی، توی صحنه اجتماعی این نیرو حضور سیستماتیک داشته باشه. این به نظر من خیلی مسئله مهمیه. یعنی دقیقاً یه سود و منافعی وجود داره که امکانش هست هنوز توی قرن 21 با همه این پیشرفت‌هایی که دنیای بشری می‌بینه، هنوز خرافه و مذهب بتونه چقدر نقش مخربی بازی کنه. و خب اینو توی خیلی مثالای زیادی هست. یه مثال خوب دیگه همین کلایمت چینج، تغییر فضا.
و چجوری بالاخره داره ثابت میشه که چه اتفاقاتی داره محیط میافته. زیست داره محیط زیست داره منفی قرار میذاره، خراب میشه. ولی در این حال کسایی هستن و کسایی هستن که به قول خودتون اینجوری نیست که یه سری آدمایی که تو حاشیه نشستن منافع بزرگ مالی و طبقاتی تو این اینجا نقش بازی میکنه و سودی که با تخریب محیط زیست هست به وجود میاد. درسته. میاد. نگاه کنین چرا یعنی سوالی که هست چه نیرویه که منفعت داره که بخواد قضیه محیط زیست رو و اثبات رو که شده که تولید صنعتی به این شکل بدون هیچ کنترل محیط زیست رو داره داغون میکنه، جو زمین رو داره داغون میکنه، یه سری از موجودات رو از بین میبره، حتی خیلی جاها هست که انسان توانایی، خیلی آدم ها هستن که اکسیژن سالمشون نمیرسه و در نتیجه تأثیر منفی روی رشد و خلاقیتشون و زندگیشون میمونه و سن آدم ها تو این شرایط خیلی کمتر از حالت جامعه میشه که آدم ها توی محیط سالمتری زندگی میکنن. چه منافعیه که این رو به طور سیستماتیک سعی میکنه که مورد سوال قرار بده، نه تنها مورد سوال بگیره، جلوی چیز کنه، سعی کنه جلوی حقیقت هم بگیره. آره حقیقت هم بگیره. این نظر من خیلی مهمه، همونطور شما گفتین یه منافع است و توضیح این قضیه خیلی مهمه. چیز فقط توی سطح آکادمیک نیست که دوتا بحث هست و تا نظر هست، خب دارن با هم چلنج میکنن، همه رو با هم صحبت میکنن، ماشین مطبوعات داره تاثیر میذاره و مثلا خود تازگی یه گزارش خیلی کاملی در رابطه با همین تغییر محیط زیست منتشر شد. بی بی سی کلی وقت داد به کسایی که میگفتن نه هیچ اتفاقی نیفتاده، همه چی خوبه، و اتفاقا خیلی انتقاد شد ازش از سوی دانشمندان که چجوری میتونین این دوتا رو یکی بدونین. آره چرا بلاخره... چرا بی بی سی، من سوال بر سر اینه چه نیرویی که رو بی بی سی داره فشار میذاره؟ معمولا جریانات راستی هستن که سرشون وصل به نیروی سازماندهی، سرمایه های عظیمی که برای ادامه حیات اون سرمایه و پروسه تولیدشون احتیاج داشتن که هیچ کنترل روی فعالیتش نباشه و در واقع این محیط زیست مورد سوال قرار نمیده و نفت دارن که بخوان اینا رو عوض بکنن این شرایط. بریم الان به مصاحبه‌ای که اخیراً با پیزی مایر دانشمند آمریکایی داشتیم روی همین موضوع، این مصاحبه رو با هم نگاه کنیم و بعد برمیگردیم این بحث رو ادامه میدیم. مصاحبه خیلی جالبیه، حتما اینو گوش بدین، با ما باشید. I'm PC Myers. Thank you so much for coming on our program. My pleasure. I wanted to ask you first about what were your contributions at the World Humanist Congress this weekend? So I gave a talk on how our discourse can be kind of poisoned by noise, that if we're too open to free speech, you know, not to say that free speech is bad, but an excess of speech without any kind of breaks on it can be just as distracting, just as destructive as no speech at all. And in particular, I suggest that we humanists ought to be standing up for some principles. And there are certain things where you can talk about having a discussion, you can have a free speech discussion about something, but when somebody says something like, maybe we should debate the whether women should have full rights. And I think the only answer we can give is no. We're done. Should we kill people who rob or steal or are atheist? And I think the answer's got to be no. No further discussion is required. As long as we have a strong set of principles behind our beliefs, I think a lot of these discussions are redundant. What they're actually doing is using them to serve a propaganda purpose and get us to stand up there and treat seriously what we should be dismissing as intolerant nonsense. I mean, when you talk about this, it reminds me of how so many of the Islamists have been given opportunities to debate with atheists, where in fact they're pro-beheading of apostates and yes. for the denial of rights to women. Yeah, and there's nothing to debate there. I mean, it sounds kind of intolerant to say that these are things that we should not discuss, except
that what these things are asking us to discuss is the abridgment of rights of human beings to exist. And I think that question's been settled. We all do. And in a sense, oftentimes you find when there are these sort of debates, especially with movements that are fascist, really, it's sort of normalizing their fascism and making it something that's worthy of debate. Right. Yeah. You know, this is something we've gone over in, you know, I teach biology, I talk about evolution, and I oppose creationism. It's something we've gone over there over and over again, that creationists, for instance, would love to get me to stand up in a debate with them. And why? It's not as if they're going to convince me, and I know I'm not going to convince them, but what it does is it gives them credibility. It says, we are on a parity with scientists, so we can do this. And I imagine that, you know, a lot of tyrants would love to get up there and discuss this with human rights activists, because then they can say, well, we're talking about human rights, right? So what if my position on human rights is that you don't get any? I mean, it's interesting because this is something that for people in Iran is quite something that they know quite well, is the fact that the Iranian regime often wants to try to stop the teaching of evolution. And, mm-hmm. you know, and even in the West, you find sometimes the efforts to keep creationism on par with evolution. Why is it not, in your opinion? Oh, well, you know, as I mentioned earlier, there's some things that do not brook discussion anymore. There is no evidence for creationism. There is no science there. So if you're trying to argue for it as science, that was settled. That was settled 200 years ago, and there's no point in discussing it further. And it's not as if they've come up with new evidence or new ideas. They haven't. So what do we do? Do we keep going around and round in circles talking about the same stuff? Or do we draw a line and say, no? Unless you can come up with something novel, unless you've got some good evidence, this has been settled. The Earth is round, it's not flat. It's 4.5 billion years old, it's not 6,000 years old. All of these are facts that have been determined. So what are the facts that support evolution? Oh, there's so many. Give us a couple. Yeah. You know, when I am asked what I consider the primary evidence for evolution, the number one answer in my head is the molecular biology. That when you can sequence a human genome, yeah. and you sequence a chimpanzee genome, and you find that they're nearly identical. And it's not just identity in the functional parts. You know, you could argue, oh, well, it's because they've got two arms and two legs, just like us, so the codes. No, it's even in the junk, even in the debris in the genome. And the only reason it is there is because it was passed on through ancestry. And further, we can analyze it deeper. We can go back to mice, we can go back to fish, we can go to insects even, and we find these similar genes doing similar jobs all over the place. And once again, I'll insist, it's not simply a functional constraint. It's a constraint of ancestry. And that's really persuasive to me. When I can piece together the genealogy of a whole group of organisms by doing a molecular analysis. You know, it's like most of us are comfortable with doing genealogy on our ancestors, right? You go and you look for the commonalities, you work this out. We can do paternity tests with genes and things like this. We can do exactly the same thing and ask what's the degree of relatedness between a human and a mouse. And it's there. We are related. And why is it so important not to teach creationism in science? Why is it so important to keep teaching evolution? I know you mentioned the fact that, well, there's evidence for it, there's none for creationism. But in a sense, there are all these arguments in defense of, you know, this sort of equality of ideas and, right. well, you know, giving equal play to various ideas. You know, the example I like to give is that, you know, when you take chemistry, you'll get a little bit of the history of chemistry. And for instance, they'll talk about the phlogiston theory, which is what we thought before people realized that there's oxidation going on. And it's presented as an historical example of how we fumbled our way towards the true answer. And so, you know, I kind of feel like creationism should be taught the same way, that, yeah, it's got some historical value. It's a really interesting idea that was that people came up with hundreds of years ago. And it's useful to study the history of ideas and see,
here's how this original idea came along, here's how it transformed over time. You know, modern creationism is nothing like creationism about 100 years ago. Here's the evidence that shows a better way of thinking about it. In my own classes, for instance, one of the things I like to do is I have the students read some of Paley's stuff from 1803, you know, his natural theology. And then I give them Darwin's book. It's just a segment of Darwin's book. And what isn't really known, is a lot of people don't know, is a big chunk of Darwin's book was written specifically as a reply to Paley. And you can actually compare them side by side, where Darwin is giving the natural evidence, Paley is giving the theological evidence, and you can see for yourself how persuasive Darwin was. Sometimes you hear about how religion has a positive role on science. I just heard it today about how, you know, Islam has such a wonderful effect on science. And I think science was, despite Islam, that it did have any positive effect. Do you think there's any positive role that religion has played in science? No. you know, short answer. Right. Well, it's true that the Islamic world was a major leader in science, you know, in the Middle Ages. But it wasn't because of religion, it was because they preserved the texts, the Greek texts, the scientific texts from the past, and they took them seriously, while the West was busy replacing them with the Bible and theological texts. And that's something you've got to give them props for, that they recognize that this is material of value. And it's when they started abandoning the science and going to the religion that you saw the decline quality of Islamic science. And it's probably, it's really a misnomer to call it Islamic science. It is the science of the people of Islam. It was not contributed to by Islam. It was contributed to by examining the natural world. If it wasn't, it wouldn't be science. Thank you very much. Yes. سلام دوستان، من مریم نمازی هم میخواستم در رابطه با یک کنفرانس خیلی جالبی که بین 11 و 12 اکتبر امسال در لندن برگزار میشه در یه هتل خیلی زیبایی باهاتون صحبت کنم. من واقعا خیلی هیجان زدم در رابطه با این کنفرانس، به خاطر اینکه بیشتر از 50 سخنران از کشورهای خاورمیانه، ایران و آفریقای شمالی دارن در این کنفرانس سخنرانی میکنن و خیلی هاشون برای اولین بار خواهید دید توی انگلیس و غرب، کسایی که دارن علیه اسلام سیاسی، علیه مذاهب در دولت، مذهب در دولت دارن مبارزه میکنن، از سکولاریسم دفاع میکنن، از حقوق جهان شمول دفاع میکنن، هم در رابطه با مشکلات صحبت خواهند کرد و هم آلترناتیوهایی که وجود داره و راه حل هایی که وجود داره برای وضعیت واقعا اسفناکی که الان توی جهان میبینیم. من خودم میلیون کنفرانس رفتم، شما حتما خیلی کنفرانس هایی رفتین، ولی واقعا بذار اینو بهتون بگم که این کنفرانس، کنفرانس تاریخی خواهد بود و بعد از این کنفرانس شما و من میتونیم بگیم که در این اتفاق تاریخی اونجا بودیم و امیدوارم که شما اونجا باشین. حتما به این کنفرانس بپیوندیم. امیدوارم از مسابقه که با پیزی مایرز داشتیم خوشتون اومده باشه. به نظرم نکات خیلی مهمی مطرح میکنه و مشخصه که این مسئله فقط روی علم و دانش نیست. تأثیرات منفی که این خرافات و این خشخش پشت صحنه که بهش میگه، تأثیرات روی خیلی مسئله دیگه داره. یه مثال خوب همین اینه که مثلا روی مسئله سنگسار، چند وقت پیش دعوت شدم روی بی بی سی که
در برنامه ای که اصلا سوال برنامه این بود که آیا سنگسار باید محکوم بشه؟ یعنی واقعا باید آدم به بی بی سی گفت که بهشون گفتیم که خجالت بکشین که اصلا چنین سوالی میکنین. خیلی جالبه، مثل اینه که مثلا بیاین صحبت بکنین آیا ما باید بردهداری رو محکوم بکنیم، آیا بردهداری درسته، آیا تنبیه کودکان درسته، آیا حقوق برابر زن و مرد درسته. این دقیقا همین سوالایی که داره اتفاق میفته تو دنیا. ربط داره حمله ای رو که میشه به علم و دانش بشر، ربط داره با زیر پا گذاشتن حقوقی رو که انسان ها به دست بردن. و این برمیگرده به همین دیدی که میگه که همه عقاید یکی هن، مساوی هن، برابر هن. تو طرفدار خلقتی، تو طرفدار تکامل بشری، همتون یکسان بیاین حرف بزنین. تو طرفدار سنگساری، تو علیه سنگساری بیاین با هم حرف بزنین. نه خیر، نه این دوتا به هیچ وجه برابر نیستن. خیلی جالبه به خاطر اینکه تا قبل از دهه 80 یه سری دستاوردهای بشر، بشر به خاطر دلایل مختلف، مبارزه‌ای که مردم کرده بودن، جنگیدن تو کشورهای اروپایی، بعد تو کشورهای دیگه تو جهان سوم همینطور جنگیده بودن و یه سری استانداردها رو گذاشته بودن و از حقوق هم نه تنها در سطح علمی که معلوم شده بود که ریاضیات به این شکله، ثابت شده که تاریخ کره زمین اینقدره، به وجود اومده کره زمین رفت، جهان اینطوری به وجود اومده، تکامل بشر هم به این شکل بوده. در کنار اون یه سری اصول و استانداردها گذاشته بودن. ولی از دهه 80 به این ور با حمله ای رو که به سطح زندگی مردم شده، میبینین که یک حرکت سازمان یافته و سیستماتیک تلاش کرده این پیروزی به دست آمده بشر رو توی اجزای مختلفش مورد سوال قرار بده. این برابری عقاید در واقع حمله به استاندارداست که استانداردها رو بخواد از بین ببره. استانداردهای جهان شمولی عملاً به این معنیه که هیچی دیگه جهان شمول نیست. خب تو انگلیس ما سنگسار نمی کنیم، ولی خب تو ایران اینا فرهنگشون اینه، این کارو میکنن. حالا مسئله ای رو که چیز میکنه پیزی مایرز مطرح میکنه، میگه خب دیگه نباید با اینا بحث کرد. و به نظر من تا یه درجه این صحبت پیزی مایرز اینو نشون میده که مقاومت در برابر این حمله، بگه شما هیچ پایه علمی ندارید. به همین خاطر زیر پا گذاشتن حقوق انسان هم این قبول نیست. انسان نیست داره دستاورد گرفته و بعد به عنوان استاندارد تو شرایط تمام کشورهای جهان و جوامع دنیا در واقع اجرا بشه. ولی این تمام مشکل اینه که به شکل سیستماتیک دارن توی صحنه اجتماع و تمام محیط‌های اجتماعی دارن سعی میکنن که اینو فشار بدن، پوش کنن، بنازن جلو و باید با این مقاومت کرد. صحبت پیز مایر برگشته، نشون دهنده برگشت عمومی توی جوامع دانشمندان که میگن حاضر نیستن دیگه به این وضع گردن بزنن و تو سطح اجتماعی هم این خودش انعکاس خودش نشون میده. یعنی خب یه واقعیت اینه که به هیچ وجه مسئله نیست که افراد حق هر عقیده رو ندارن، مسلمه که دارن، حتی پیشرفته ترین یا عقب مونده ترین عقیده حق هر انسانیه. ولی بحث سر اینه که آیا همه عقاید باید به عنوان برابر دیده بشن و یکسان دیده بشن و به همه عقاید هر چقدر عقب مونده و ضد بشری باشن بهشون احترام گذاشت؟ نه، میشه به انسان احترام گذاشت ولی به عقاید عقب‌مونده احترام نذاشت و به نظرم نبایدم احترام گذاشت. به خصوص سازمان‌های اجتماعی، کسایی که سازمان‌ها و چیزایی که به وجود اومده که نتیجه پیشرفت بشر بوده، اجازه نباید داشته باشن که بتونن مسائل این دستاوردهای بشر رو با مساوی کردن اینا زیر پا بذارن. حالا بریم به فتوای احمقانه این هفته، چون وقتمون داره تموم میشه. آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی در ایران یه فتوا داده که دسترسی به اینترنت با سرعت و نسل 3 علیه شریعت و علیه استانداردهای انسانی و اخلاقیه.
آره خیلی جالبه این آقای نیمه محترم مکارم شیرازی، یکی از عقب مونده ترین، همشون البته یکی از عقب مونده ترین نیرویه که در واقع تلاش میکنه جلوی دسترسی مردم رو به اطلاعات برسونه. جمهوری اسلامی میخواد یه اینترنت درست کنه، یه سیستم اینترنتی درست کنه تو ایران، و واقعا مورد تمسخر مردم قرار گرفت. اومد گفت نه، من مخالف چیز نیستم، مخالف اینترنت سری نیستم، فقط باید کنترل بشه، بخاطر این آب زلال و اینا خراب کردن. میگه من نشون رو تلفن دستی دیدم، هر فیلمی میتونید نگاه کنید، پیشرفت بشر رو نشون میده روی تلفن دستی. میدونه همه فیلم، یعنی که منظورش اینه که هر اطلاعاتی آدما میتونن در دستشون باشه، و ایشون نمیخواد جامعه ایران به اطلاعات واقعی دسترسی پیدا بکنه و از و اسلام اینا رو زیر سوال ولی خب بگه. نگرانشون متاسفانه براشون خیلی دیره، به خاطر اینکه 55% مردم ایران آردی دسترسی به اینترنت دارن، 70% دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای دارن، یعنی کارشون تمومه و نگرانشون هم از همینه. نظر شما در رابطه با بحث‌های این هفته چی بوده؟ حتما نظراتتون رو برامون بنویسید، با همون تماس بگیرید، و اگر از این برنامه خوشتون میاد که مورد خیلی تعجب آور خواهد بود اگر خوشتون نیاد از برنامه ما، اینو به دوستانتون، به آشنایتون معرفی کنین، هم خب توی ایران اگر دارین از کانال جدید نگاه میکنین و هم از طریق اینترنت اگر دارین نگاه میکنین، به دوستاتون بگین، به هم، به رفقاتون، به خانوادتون، به همه. بالاخره امیدوارم هفته خوبی داشته باشین و تا هفته آینده میبینیمتون. بای.